کلام رو که آماده کردم بیشتر برای شما آماده کردم و همینطورم برای, برای ما هم هر دفعه خدا میتونه از طریق کلام با ما صحبت کنه بعضی چیزهایی هست که ما فراموش کردیم این کلامی که این نورش میتونی یکم زیادتر کنی صورتش رو نمیبینم همه هستین اینجا یک دو سه چهار پنج هستین کلامی که برای شما توی قلب من بود که با شما به شما در میون بذارم این کرد دوم قرینتی ما به پنج آیی هیفده چی میگه؟ یاد هست میدونین کجاست؟ یه چی نوشته شده؟ پس اگر کسی که در مسیح باشد خلقتی تازه هست چیزهایی کهنه در گذاشت اینک همه چیز تازه شده هست فکر میکنم این آیه رو خیلی خوب بلد هستیم و مخصوصا میخوام امروزم برای شما اینا اعلام کنم که زمانی که ما توبه کردیم بازگشت کردیم و عیسی مسیح رو عنوان خداوند قبول کردین و او رو عنوان خداوند خدای خودتون در قلبتون قبول کردیم و از تخت قلبتون آمدین پایین و اجازه دادین ایسا در روی تخت قلبتون بشینه از اون موقع هست که گناهش ما آمرزیده شده هر گناهی که کردین گناهکار بودن شما ورداشته شده همینطور روی خدا آمده تولد تازه رو به دست آوردین حیات جاودانی رو به دست آوردین از اون موقع هست که خدای خالقتون میتونی پدر صدا کنی و قسمت هایی هست که الان شما خدا رو شکر چند مدتی است که توبه کردیم بازگشت کردیم و امروز هم با این تعمیدم عهد رو بستیم با خداوند که از امروز به بعد شما دیگه مال خودتون نیستیم بلکه مال کی هستین؟ مال کی هستین؟ یکم بلندتر فی آفرین مال عیسی مسیح هستین خلقتی تازه هستین همه چیزایی کن هر خرابکاری هایی کردین هر به حال بلایی را در زندگی خودتون در زندگی دیگران در زندگی دنیا انجام دادین خدا از شما ورداشته داشته الان باید بدونی که شما خلقت تازه هستین و همه چی خدا نو ساخته همین میگه که همه چیز کهنه رفته الحال همه چیز تازه شده است این کلامی هست که ما فکر میکنم ما ایماندارا دائما باید بدونیم چون بعضی وقت که توی س... توی صبح توی آینه هم دی... توی آینه صورت های خودمون نگاه میکنیم چیزی خلقت تازه نمیبینیم بلکه هنوز هم فکر میکنیم خلقت کهنه ما زندگی میکنیم و مهم اینه که ما آگاهانه بدونیم که من الان همه چیزی که در من هست عوض شده همه چی نو شده یا یک راه جدید یا راه نو یک هدف جدید یا هدف نو یک پدر که الان با پدر آشنا شدید، پدر جدیده یعنی جدید یعنی الان خدا پدرش ما شده و بهتری زیباترین چیزی که الان وجود داره یک هویت جدیدی شما به دست آوردین یک امید جدید و همینطور هم وطن جدیدی هست که ما الان برای اون زندگی میکنیم و اینجاست که عزیزان شما باید الان یواش یواش بیشتر هم یاد بگیرین در این هویت زندگی کنین و بدونین که اول هویت شما چیه در این هویت زندگی کنین همینطور بدونین که شما کی هستین در مسیح و همینطورم هم باید متوجه بشیم که خدا میتونست بلا فاصله زمانی که ما اینجا نجات پیدا کردیم گناه ما آمرزیده شده بلا ورداره به برای آسمون و اونجا با او باشیم فقط این کار رو نکرده چون خدا یک برنامه در این دنیا داره و یک مسئولیتی که به ما بخشیده که باید در این دنیا باشیم و این خبر خوش مسیر رو نه فقط به دنیا برسونیم بلکه بلکه این این حیاتی که خداوند میخواد به این دنیا یعنی بیشتر میتونه بگم چقدر خودش میخواد به این دنیا معرفی کنه به وسیله ما بتونه این اینا انجام بده به این خاطر کلیسای ما زمانی که ما حقجیان رو یا کلام پادشاهی خدا رو به شما موعظه میکنیم سعی میکنیم از اول بدونیم که که یک مسئولیتی بزرگی ما داریم تقریبا دو هفته سه هفته پیش که موعظه کردم که گفتم که انجیلای های مختلف وجود داره یک انجیل محبت خدا وجود داره یک انجیل فیض خدا وجود داره فقط زمانی که نگاه میکنیم میبینیم که تمام این انجیل هایی که موعظه میشه باید دقت کنیم اون موقع انسان دائما در مرکز قرار میگیره خدا میاد خدا به من باید برکت بده خدا منو این کار باید این چیز رو بکنه یعنی مثل این که دوباره زمانی که انجیل مثلا میگم محبت خدا که درستم هست عیسی خدا محبت خدا بود که آمد من رو نجات داد و برای چه هدفی نجات داد فقط زمانی که اینجا گیر کنیم احساس باید بکنیم که دائما خدا باید دور ما بچرخه فقط ما رو محبت کنه یا فیض مسیح فقط زمانی که ما در مورد در مورد انجیل پادشاهی خدا صحبت میکنیم عزیزان تفاوتش اینه که مسیح مرکز میمونه آمین ما معمولا ما توبه میکنیم بازگشت میکنیم عیسی مسیح تسلیم تو هستم بیا تو تخت قلب من بشیم و اونجا حکومت کن و عیسی مسیح میاد در قلب ما و اونجا ساکن میشه و بعد از این میگیم که زو الان آمده اینجا الان دوباره مثل که من مرکز هستم الان بیا به من هر چیزی که من نیاز منه هر هدف منه فکر منه بیا همه چی رو به من برسون فقط این انجیل که انجیلی نیست که تو کتاب مقدس عیسی مسیح موعظه کرده خودش که آمد گفته که توبه کنین بازگشت کنین ملکوت خدا نزدیک شده هست این انجیلی هست که ما سعی میکنیم موعظه میکنیم موعظه بکنیم و زمانی که انجیل و زمانی که مسیح در همه زندگی ما در مرکز پس ما اون موقع ما میدونیم که یک ماموریتی در این دنیا داریم آمه موافق هستین؟ آمه. به این خاطر ما سعی میکنیم انجیل پادشاهی خدا رو اعلام کنیم که دائما مسیح مرکز زندگی ما باشه هر جایی که هستیم چون واقعا اگه نگاه بکنین معمولا ما لیاقتش لیاقت جهنم رو داشتیم درسته الان عیسی مسیح زمانی که میاد ما رو از جهنم بازخرید میکنه و من نه فقط بازخرید میکنه گناه های رو میبخشه نه فقط اینو میبخشه بلکه به ما حیات جاودانی رو میبخشه روح القدس رو میبخشه که ما حیات ما خلقت تازه میکنیم معمولا این فیض و رحمت خدا بود که این کارو کرد معمولا میگم لیاقت ما جهنم بود و زمانی که ما رو از دست شیطان آزاد میکنه و میاره اینجا و میگه که اوکی اون موقع تو به خاطر اینکه زیر اسارت شیطان بودی باید گناه میکردی یعنی زیر اسارت بودی گناهکار بودی الان من تو رو آزاد کردم الان من تو رو اینجا گذاشتم الان در این قسمت من پادشاهی برای تو آماده کردم که حکومت کنی و تسلط داشته باشی الان تو اونجا میتونی تصمیم بگیری چی میخوای انجام بدی و زمانی که ما تصمیم میگیریم و میدونیم که خدا منو نجات داد من متعلق به خدا هستم من مال خودم دیگه نیستم من مال خدا من مال خودمون نیستم عزیزان زمانی که شما تعمید گرفتین دیگه مال خودتون نیستین مال کی هستین مال عیسی مسیح هستین این بدنهای شما روح شما نفس شما از جهنم بازخرید کرده اونجا گذاشته و میگه که برای سلطنتی تو رو گذاشتم و نجات دادم این خون مسیح ریخته فقط نشده فقط ما رو در این دنیا خوب در آرامش نگه داشته باشه بلکه برای جاهای آسمونی در عیسی مسیح که بتونیم اونجا حکومت کنیم و یک روز با عیسی مسیح تا ابد حکومت کنیم و اینم در مکاشفه هم نگاه میکنیم ببینید خدا به،, به هدف خودش خواهد رسید سوال من اینه که آیا تو اونجا با او روی تخت خواهی نشست و سلطنت خواهی کرد یا نه و اینجا اینجاست که از ما میخوام از اول بدونین که مأموریت بزرگی دارین خدا باری روی شما نخواهد گذاشت بلکه تمام بارهای شما رو ور تمرکز نو اینجاست به اینجا نگاه نکنین به من نگاه کنین یا؟ اینجاست که باید دیگه واقعا بدونین از امروز به بعد یا من میدونم چند روز چند هفته ها است که با عیسی مسیح ایمان آورده من میبینم این شوق رو در قلب شما قلب شما میبینم که چه قدمایی برداشتین چه چقدر فعالیت میکنین فقط مهم اینه که ما بدونیم که اینم برای ما هم همینطور صحبت میکنم که اه این اه فوکوس رو از اون هدف ور نداریم عیسی مسیح در یوحنا باب یک آیه 14 و 18 میگه که و کلام و ک... از ابتدا کلمه بود کلمه نزد خدا بود کلمه خود خدا بود و کلمه جسم گردید یا انسان شد و میان ما ساکن شد پر از فیض و راستی و جلال او رو دیدیم جلال شایسته پسر یگانه پدر زمانی که عیسی مسیح رو نگ... و بعد از این آیه 18 میگه که خدا هرگز کسی ندیده است، پسر یگانه که در آغوش پدر است همان او رو ظاهر کرد آمین الان این عیسی مسیح آسمون رو ترک کرده آمده در این دنیا که پدر رو با ما آشنا کنه و زمانی که با عیسی مسیح آشنا می شدیم ما فیض و راستی پدر آشنا می شدیم الان عیسی مسیح صعود کرده رفته روح القدس رو به ما بخشیده به شما بخشیده الان ما نماینده کی هستیم عیسی مسیح هستیم همونطور که عیسی مسیح آمد پدر رو نشون داد ما الان در این دنیا هستیم به این خاطر در این دنیا هستیم که مسیح رو اینجا ظاهر کنیم اگه کسی موافق هست بتونه بگه آمین. آمین خیلی ممنون زمانی که خدا کلیسای رو نگاه میکنه نه فقط کلیسای آلفا میگه اصلا کلیساها یا نگاه میکنه باید چی رو ببینه فیض و راستی خدا عدالت خدا در اونش باید ببینه یعنی زمان یه کسی که وارد میشه در کلیسا و همینطور هم زندگی شخصی ما رو نگاه میکنه با کی باید آشنا بشه با عیسی مسیح باید آشنا بشه آمین زو. این است که زمانی که من متوجه شدم این ماموریت منه این 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 خاندگی من این هویت منه یا و جالبش اینه اینکه امروز هم که فکر میکردم که خدای هیچ هی, کسی که ندید پسر یگانه که در آغوش پدر است همان او رو ظاهر کرد فقط یه احساس کردم که خدا میگه که الان در این میگه که در آغوش پدر است من منظور نیست که الان عیسی مسیح آمد در آغوش پدر جنرس اونجا پستونک دو دهنش یا نه این نزدیکی این صمیمیتی که با خدا داشت خدای پدر داشت او آمده و ما رو ظاهر کرده الان زندگی ما اینطوری هر چقدر ما با عیسی هم از این ملاقات صمیمانه داشته باشیم هر چقدر با او زندگی کنیم هر چقدر با او راه بریم هر چقدر اجازه بدیم او در ما کار کنه اون موقع هست که میگه میتونم بگم که عیسی را هر ایسا را هرگز کسی ندیده هست کلیسای آلفامگا یا میتونی بگی اسم خودت رو که در مشارکت با این مشارکت سمیمانه با عیسی مسیح هست اوست که آمده ظاهر کرده ایسا رو متوجه شدی؟ نشدی <applause> هر چقدر من با عیسی مسیح زندگی کنم در سمیمیت زندگی کنم و اجازه بدم او کارهای خودش رو در من انجام بده یا تمام چیزهایی که از خودش نیست انسانیت کنه از من ور داره هر چقدر روز به روز با او زندگی کنم مثل اینکه در آغوش در سینه عیسی مسیح هستم و زمانی که میرم توی دنیا کسی عیسی رو ندیده عیسی کجا از روی آسمونه در دست راست پدر نشسته و به وسیله کلیسا زندگی روحانی ما رفتار ما شخصیت ما افراد میتونن عیسی رو ظاهر کنن ما بدن مسیح هستیم دیگه این بدن مال کیه مال عیسی مسیح پس این بدن باید این دنیا نشون بده اوکی عیسی مسیح دعا کرد گفته که پدر جان من دعا میکنم همینطور من با تو یک هستم ایشان در ما یک باشند که دنیا بدونی که تو منو فرستادی و منو دوست داشتی همینطور ایشان رو دوست داشتی یا یعنی به وسیله یا همینطورم در متا در یوحنا باب 15 میگه از محبت که همدیگه دارین دنیا خواهند دید که شما شاگردان من هستید و شاگرد چی رو نشون میده مسیر رو نشون میده الان میتونید بگین آمین خود داره شکر کتاب مقدس در مورد صحبت میکنه عزیزان گوش میکنین با هم دیگه صحبت نکنین گوش کنین الان وقتشه گوش کنین اینجا میگه که شما عطر خوشبو مسیح هستین عطر خوشبو مسیح هستین هر موقعی که کلاله میاد وارد کلیسا اصلا ندیدمش متوجه هستم کلاله هست یه عطری داره که مشخص میشه چند نفری هستن که عطر خیلی قوی دارن همینطور ایستاد من می میگم آه کلاله آمد عطرش قبل از اینکه کلاله وارد بشه عطرش آمد الان خداوند میگه که ما عطر اینا میخوام بخونم در دوم قرآن چه ما دوایی باب دعای چارده میگه اما خدا رو سپاس که همواره ما در مسیح در مکب نه سب کنین؟ در درسته در مکب زفر خود اه می برد و عطر خوش شناخت او رو به وسیله به ما به واسطه ما در همه جا می پراکند آه. مرسی مرسی موسا <تصفح> 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 عطر کی رو؟ عطر ایسار مسیر رو عطر او رو که می بریم و اونجا چی می کنیم؟ <تصفح> می, می می پرکنیم. پخش میکنیم زیرا خدا رو عطر خوشبوی مسیح می باشیم می باشیم یعنی هستیم هم در ناجیان و هم در حالکان و الان نمیخوام بقیهش رو بخونم سختم هست فقط مهم اینه که بدونیم که الان ما عطر معرفت عطر معرفت مسیح هستیم هر جایی که هر جایی که میریم افراد باید تو رو بو کنن نه بو عرق کنن بلکه <applause> بو کنن چقدر زیبا زمانی که واقعا هم هست که زمانی که بعضی وقت با حتی ن... با میریم که توی را... مغازه چی چی بو طب چی بو یک از این قهوه که هست اصلا بعضی وقت میریم تو فقط آه چقدر چقدر خوبه بعد از این میگن، هیچ چیزی نمیخریم <applause> همون هفته گذشته رفتیم گفتیم حتی اگر بریم یه بوی کنیم بیا میرو چقدر نه خوشمزه چی میشه چی میگه خوشبوست الان خدا میگه که تو این خوشبو باید باشی نه با عطر ایسان لوران یا نمیدونم لاگفیل یا چیزهای دیگه عطر معرفت یعنی افراد باید از شخصیتی که زندگی میکنی باید لذت ببرن آمین. آمین لذت ببرن و جایی که واقعا عطر خوبی دوست کشیده میشی و اینه که خدا من میگه که تو این هستی و این اسنس هم در ماست به وسیله رول قدس تو احتیاج نیست عطر رو به وجود بیاری ما عطری نداریم عطر مرگ رو داشتیم الان میگه که تو عطر مسیح هستین الان باید هر جایی که ما میریم به وسیله شخصیت ما باید مسیح رو ظاهر کنیم با فروتنی با حلم با تواضع با حکمت چه پیشنهاد هایی میکنیم افرادی که هر جایی که الان قرار گرفتن شاید با هم دوام میکنن با هم نمیدونم سر هم دیگه رو میکوبم تو وارد میشی این عطر صلح رو میاری عطر آشتی رو میباری متوجه هستین چی میخوام بگم عطر آسمونی هست که ما اینجا میبریم این برای این خوانده شدیم و این باید باشیم اینم جز هویت ماست عزیزان همینطور کتاب مقدس میگه در دوم قرنتیا با به سه آیه سه میگه که چون که ظاهر شدیم که رساله مسیح میباشیم خدمت کرده شده از ما و نوشته شده نه به مرکب بلکه به روح خدای حی با روح خدا این رساله نوشته شده در تو قرار گرفته نه بر چی؟ ال... لوحای سنگ بلکه با روحای لو... گوشته دل رساله مسیح هستیم الان مهم اینه که الان نگاه کنیم به خودمون رساله چیه نه. کتابی هست که نامه, نامه هست میتونی باز کنین و ما بتونیم بخونیم و معمولا ما دوست داریم نامه هایی بگیریم که جا پر از عشقی کتاب مقدس همین یه رساله ای است که ور میداری میخونی متوجه میشی چقدر خدا دوستت داره و چه کارهایی برای تو با عمل نشون داده چقدر تو مهم هستی و اونجا نوشته شده آینده تو خاندگی تو خاندگی سماوی تو همه چی نوشته زمانی که کتاب مقدس رو ور میدانم در بعضی وقت از اونقدر عاشقش هستم حتی حتی کتاب حتی قسمت هایی که واقعا که این کتاب منو به توبه و بازگشت هدایت میکنه بعضی قسمت هایی است که دردناکه فقط حقیقته و میدونم این حقیقت منو آزاد میکنه یا این رساله هست که دوست دارم بخونم و الان زمانی که ما خودمون پر میشیم از کلام خدا هرچقدر همینطور اول عطر خوشبو هستیم و همینطور این کلام رو اجازه میدیم در ما نوشته بشه روز به روز نوشته بشه و هر کسی شروع میکنه با ما صحبت کردن مثل اینکه زمانی که با تو صحبت میکنن عزیزان مثل اینکه یک کتاب رو باز میکنن یه دفتر رو باز میکنن یک نامه رو باز میکنن گوش میکنین و اونجا باید کی رو بخونن مسیح رو باید اونجا بخونن همین کارهایی که در خدا در زندگی تو انجام داده اونجا از دهنمون یه فوشهایی یا چیزایی بد نمیاد ترخی و نمیدونم چی میگن کلامای زشتی نمیاد بلکه کلام حیات بخش میگه هر کسی پیش تو بیاد یک س... یک سوالی میکنه به یک یک راهی احتیاج داره اونجا شروع نمیکنی در مورد فلسفه های دنیا صحبت بکنی بلکه سعی میکنی طبق کتاب مقدس ایشان رو هدایت کنی تو بر یک نامه ای میشی یک نامه زنده و همینطور هم دو... دو... دوم قرنتیان باب پنج آیه بیست میگه که پس برای مسیح ایلچی هستیم که گویا خدا به زبان ما واعظ می کند پس به خاطر مسیح استدا کنیم که با خدا مصالحه کنید و اینجا برال در این قسمت میگه که پس برای مسیح چی هستیم ایلشی مسیح هستیم که گویا خدا به زبان شما عزیزان باید شروع کنه به صحبت کردن و همینطورم هم معمولیتی که خداوندم به تک تک ما داده و همینطورم هم گفته که معموریت بزرگ که گفته که تمام قدرت در آسمون در زمین به من داده شده پس بروین و انجیل پادشاهی رو موعظه کنین شاگرد بسازین این الان کلا میگم شاگرد بسازین و ایشان رو در نام پدر پسر و روح قدوس امروز هم شما رو تعلیم دادین که تعمید دادیم و همین دارم تعلیم دادین این چیزایی که به شما گفتم بتونیم متع... چیز منتقل کنید یعنی خدمت بشارتیه هم زمان هم همینطور خدمت خدمت رحمت هم هست که ما اینجا انجام میدیم که بتونیم بریم اونجا کلام و خدا رو به این دنیا برسونیم چون این دنیا مخصوصا هم که الان در یه زمانی که زندگی میکنیم که ببینیم که خیلی به هم ریخته و روز به روز بدتر میشه و اینجا اینجاست که من مطمئن هستم الان مخصوصا این اتفاقات که یک ماه دو ماه الان افتاده واقعا دست خدا رو میبینم منظور اینست که دست خدا این خدایی تمام چیزای بد رو انجام میده در مکاشفه برال نوشته در زمان آخر چه اتفاقاتی خواهد افتاد چطور ما باید بتونیم بیستیم بعد از یک زمانی دیگه نیست ما بگیم هنوز میتونیم وقتم داریم هنوز, ب... هنوز بریم زندگی خودمون رو انجام بدیم الان ز... واقعا آ... زمان آمدن عیسی مسیح خیلی نزدیک شده است ما الان سال هاست امروز به نسلی نمیگفتم سال هاست ما دعا می کنیم خدا الان موعظه می تعلیم میدیم و میگیم که خدا من کی می الان نشانه هایی دادی هنوز نشانه ها دیده اینطوری نمیشه. احساس می الان هنوز بیس 20 سال سی سال طول میگه مثل اینکه هیچ اتفاق اینجا نمیافته فقط میبینیم که در یک چیز کوچیک خدا دل دنیا رو دیگرگون کرده دنیا از کنترل آمدن بیرون نه فقط این بلکه پشتش عزیزان اینو صد درصد میتونم بگم پشتش خود ضد مسیح روی ضد مسیح شیطانه که ملکوت خودش رو میسازه به وسیله این ویروس این ویروس فقط یک یک دری هست که شیطان وارد میشه و این ویروس باعث میشه که همه اونقدر دیگه زیر کنترل ما همه زیر کنترل دولت هستیم دیگه الان به ما بگن که اجازه نداریم ما باید همه چی رو قطع کنیم بعد از این بهش شما الان نمیخوام امروز در مورد آینده صحبت کنم فقط امروز صبح اونقدر چیزایی برای من باش شد که پشت این ویروس یک دری هست که شیطان وارد میشه که پادشاهی خودش رو در این دنیا آماده کنه و خیلی میتونم بگم امروز یه نمیخوام میگم ترسی بلکه مثل یه تکونی خوردم که خدا من میگه که الان زمانشه سالهاست من دعا میکردم ما دعا آمی میگه خدا من هیچ اتفاقی نمیفته همه چی سول سلامتی سول سلامتی اقتصاد باشه میره بالا میره پایین او که باشه همه چی مثل اینکه بی خیال همه دنیا زندگی میکنه او که جنگ, و جنگ هایی هستن مختلف اونجا در اورشلیم که زویزو از سالها هزاران سال بود بود نه فقط همینطور مثل اینکه دنیا همه در حال خواب و و خوابالودگی هست الان همه بیدار شدن میگم پشتش کار شیطانه که پادشاهی خودش رو میخواد بسازه این ویلت میشه یک یک حکومت دنیایی و از این چیزا باید است. از این ویروسها استفاده میکنه چون این ویروس ها باعث میشن که همه چی بخوریم و الان چه کار کنیم چه کار کنیم این دنیا رو نگه داریم دیگه درسته اینطوری نیست یا نه اجازه نداری با هم جمع بشین هم... یعنی همه الان توی ترس افتادن یا الان دفعه دیگه یک یک چیزی دیگه میاد اون موقع دیگه همه آماده هستن همه دیگه جمع میشن و بعد از اینکه مثلا یک قانونی بیاد که ضد کلام و خدا باشه مسیحی باشه ما نمیتونیم اطاعت کنیم اونجا باید بیستیم و اونجا دنیا خواهد گفت اینا ویروس های هستن این رو باید بکشین از بین ببریم شوخی نیست عزیزان مخصوصا در این زمان آخر باید چشمون باز بشه و در اتحاد در یک در دعا بتونیم بیستیم نه با ترس در مورد ویروس هم همینطور که چند تو هفته گذشته همینطور در موردش فکر کردم خواستم ببینم که اصلا سیستم بدن ما چطور کار میکنه مثلا اطلاعی بیولوژی چیزی نداشتم گفتم گاشه برم یکم ببینم که اصلا کلا نه به خاطر این ویروس بلکه اصلا کلا میخوام این بدن ما این ایمن سیستم ما چطور کار میکنه و اینجا خیلی چیزهایی یاد گرفتم و دیدم که چیزهای روحانی هم پوشتش هم هست یه <T gì> ویروس خودش زنده نیست یک ماش... مثل یه ماشین میمونه خودش نمیتونه تکثیر کنه فقط دنبال یک سلولی هست که وارد بشه و اونجا خودش رو <تصفح> تکثیر کنه و همینطور هم سلول دیگه رو بگیره و بعد از این سلول یا و همینطور توره... گلو... گلو... گلولی چی میگن؟ گلولولا؟ گلوبول <تصفح> 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 گلوبول های سفید هست که مثل سرباز های بدن هستن یا سرباز های بدن هستن و زمانی که این سرباز ها آماده نشن اصلاعی نداشته باشن این, این ویروس میاد تو رو از بین میبره میاد تو جا خودشو این،, این, یه سری هست توش یا سر یا نمیدم چی میگم فارس ارب ارب گود نمیدم چیه ارب گود بگذاریم با باشه برحال منتقل میکنه و اگر این سیستم بدنی ما این ایمین سیستم سیستم که سربازای بدن هستن آماده نباشن اصلای نداشته باشن دیگه این ویروس از بین خواهد بود پس این پس سلولای ما و همینطور این ایمین سیستم ما رو باید چی کنیم؟ قوی کنیم به وسیله چی؟ به وسیله ویتامین هایی که از بیرون باید داخل بشه جز از ویتامین د که در ماست که این امکاناتی هست که در ما الان به وسیله الان آفتاب خورشیده بتونیم قوی کنیم یه کسی که ایمین سیستم خود ضعیف باشه اتوماتیک ویروس وارد میشه و حالا همینطور که دعا میکردم که همون دو هفته پیش کو در موردش صحبت کردم در دوم با باب 6 بود که که با این شریک این دنیا نشوید میگه که عیسی با این بوت ها چه چیزی داره چه چه رابطه ای داره یا عدالت با گناه چه چیزی داره و نور با ظلمت چه شراکتی داره به این خاطر میگه که س... س... روی سیستم این دنیا یک نشین و زمانی که ما سعی میکنیم الان عزیزان که شما اینجا هستین تعمید گرفتیم باید بدونی که ما باید این سیستم روحانی ما رو طوری قوی کنیم که این دروغ های شیطان این چیزهایی که اتفاق میافته تو این دنیا روی زندگی ما اثر نذارن اتوماتیک تاثیر میذاره این خبرای دایما دایما این خبرهای میاد تو فکر اون قرار میگیره بعد از این یک سرفه میکنی شاید من دارم یا حال دیگه بعد بد میشه شاید من دارم با اینها زندگی میکنیم و زمانی که با کلام خدا رو ور میداریم به کلام خدا رو میخونیم میگه که ف... به... به دولتمندی کلام خدا رو ور داریم سیستم روحانی ما باید قوی بشه که هر دروغی میاد هر فشاری هر ویروس های روحانی از دیوانی روحی دیگه میان که بتونیم مقاومت کنیم و بیستیم و اصلی ما اصلی تام خداوند شمشیر روحه که ما این چیزا رو از بین میبریم برای این باید اینطوری بیستیم و شهادتی برای خداوند باشیم از این کرونا ویروس من خیلی چیزهای روحانی یاد گرفتم میگم خدا رو شکر مرسی خدا من از طریق این چیزها میتونی با ما صحبت کنی که ما سیستم فکر یا میتو استراتژی شیطان رو آشنا بشیم همزمان میگم خدا من استراتژی خودت به ما نشون بده چه کاری کجا باید بریم چه کاری باید انجام بدیم الان آلمان شروع کرده به لرزیدن ما هستیم که باید بیستیم مثل نور بریم اونجا بشارت بدیم هفته گذشته رفتم تراکتات سفارش دادم به زبان آلمانی الان دعا میکنم اینا خدا هدایت کنه که بریم توی خیابونا شروع میکنیم بشارت دادن گوش میکنی؟ <applause> زمان بشارت الان ظلمت هست ما هم نوریم نور میره توی ظلمت رساله میره توی دنیا عطر خوشبو مسیح میره رساله مسیح میره دیگه چی بود؟ رساله ایلچی میریم اونجا و شروع میکنیم بشارت دادن این خاندگی ما این این نیست که هاللویا ما خلقتی تازهی هستیم دیگه در تاریکی نیستیم هاللویا جلال بر نام عیسی مسیح بعد از این میریم اونجا شریک این دنیا میشیم خاندگی ما عزیزان بزرگه من خوشحال هستم در یک زمانی زندگی می کنیم که آمدن مسیح نزدیک هست و به این خاطر من واقعا میگم که عزیزان برای من و برای نسیم برای رهبران دعا کنیم به ما خدا حکمت ببخشه ما باید تصمیم های درستی بگیریم عزیزان ما باید بیشتر دعا کنیم شفاعت کنیم خاندگی بزرگ مسیح, مسیح، آمدن مسیح نزدیک شده است و خدا همینطور از همه چی استفاده میکنه که عروسش رو آماده کنه و هم سربازان خودشو جنرال های خودشو آماده کنه که بتونیم بیستیم به این خاطر احتیاج هست در این قسمت ها سه تا قسمت هایی که اینجا صحبت کردم عزیزان برای شما حواستون جمع باشه کلیس های آلف آمگا مهمون های عزیز حواسمون باید جمع باشه زمان مسیح نزدیک شده است ابلیس الان وارد دنیا میخواد بشه و حکومتشو درست کنه و ما اونجا هستیم که باید برخیزیم مثل نور عطر معرفت مسیر رو به این دنیا برسونیم شجاعت با شادی این سمرای ماست شادی در این ظلمت که ما احتیاج نیست بترسیم من مطمئن هستم ایمان دارم هستن که ویروس رو دارن من هیچ موقعم نگفتم که هیچ ایماندار ویروسی نخواهم داشت حتی من فکر کردم که منم شاید داشته باشم فقط ما گفتیم که ما این خون مسیر رو ما میخونیم امروز هم میخوایم این خون مسیر رو بخونیم من میدونم که الان هم داشته باشیم قدرت در ما نخواهد داشت اگه ما درست هم و بتونیم چیز بتونیم اینم این, این عقیده, عقیده من الان افرادی هستن شبان های دیگه هستن یه دیگه دارن احترام میذارم فقط من میتونم بگم چیزی که من باور میکنم چند روز پیش هم همینطور بود که چند روز یک هفته پیش بود که رو کرده بودم یه فکرهایی منفی آمده یه ترسایی در من آمده بود مبادا باید مثلا تو الان مریض بشی الان شهادت مسیح از بمیره الان چیز میشه بعضی وقت هست که اینطوری فکرها میاد از مرگ نمی ترسم من واقعا به شما میگم خوشحال میشم نه بمیرم بلکه با ویروس فقط خوشحال میشم که <تصحاب> 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 نه با ویروس نمیخوام بمیرم شهادت خوبی نخواهم بود من میخوام حداقل یا منو بکشن یا رو بوده بشن دردش کم داره. اوکی با هم دعا کنیم عزیزان پس کلام امروز خلقت تازه هستم همه چیزای کهنه رفته همه چی تازه شده ما باید الان در این زمان آخر عطر خوشبوی مسیح باشیم و به این دنیا برسونیم ما باید ما رساله مسیح هستیم و همینطور هم ایلچی هایی هستیم که باید الان بیستیم و پادشاهی خود رو پیش ببریم خداوند تشکر میکنیم از این دعوت های عالی خداوند دعوتی که ما رو دعوت کردی چقدر زیباست خداوند احتیاج نیست به خودمون نگاه کنیم مرسی که به ما یاد دادی خداوند نه انجیل فیض یا محبت بلکه انجیل پادشاهی تو رو خداوند یاد بگیریم مکاشفه کاشفه بشه خداوند که تو دایما از اول تا آخر تو مرکز باشی خداوند نمیخوایم خداوند فقط مثل بابا نویل به دور ما بچرخی خداوند چون هیچ حیاتی توش نیست حیات اون موقع هست که زمانی که تو مرکز هستی خداوند قدرت اون موقع هست که تو مرکز هستی اینو میخوایم خداوند به این خاطر دعا میکنیم خداوند الان دید ما رو وسیع کن خداوند هر چیزایی که جلوی چشم ما از خداوند هر چیزای خودخواهی است، هر چیزایی که فقط میخوایم دوباره دور بر بچرخیم خداوند خداوند کمک کن که بگذاریم کنار خداوند بگذاریم تو دوباره پادشاه زندگی ما باشی تو روی تخت ما بشینی و خداوند ما دور تو بچرخیم ما به تو بگیم که خداوند چه چیزی احتیاج هست نه بگیم که خدا بیا این کارو بکن این کارو بکن چون تو خودت وعده دادی پادشاهی من رو جسجو کن و عدالت رو و هر چیزی که احتیاج داری پدر آسمانی به شما خواهد داد این وعده رو دادی و تو در همه قسمت ها ما رو هدایت میکنی چون تو مهیا کننده زندگی ما هستی پدر جان مرسی خداوند موهای سر ما شمرده شده خداوند از همه چی تو آگاه هستی خداوند حللویه خداوند خودت هم گفتی که هیچ گنجشکی که میفته زمین میمیره از از چشمای پدر دور نیست هر چقدر شما الان بیشتر خداوند گفتی که با ارزش تر هستین از این گنجشک تشکر می کنیم خداوند امروز می خوایم بیاییم در حضور تو در این عشا در این میزی که آماده کردی عیسی جان که در این میز خداوند بدن توست و خون توست خداوند که تو اینجا حضور داری در این عشا و می خوام با آگاهانه بگم خداوند تشکر می کنیم که خداوند سلامتی ما تو هستی خداوند خداوند سلامتی ما خون توست که قدرت داره ما رو پاک کنه و از هر نوع بیماری از هر نوع مرض از هر چیزایی که در بدن ما قرار گرفته شاید بیماری های دیگه هم هستن خداوند سردرده خداوند کل درده خداوند و خداوند استخون درده مرسی که امروز میتونیم با شجاعت بیاییم از بدن تو بخوریم از خون تو بنوشیم خداوند و تو با تو این عهد رو که بستیم خداوند امروزم تازه کنیم خداوند، من خداوند من این، اینو با دعا، با ایمان خداوند، خداوند میطلبیم با این ایمان هم میایم در یا جلوی میز سیبای تو خداوند.